بسم الله الرحمن الرحیم. سخن را کنم آغاز به تسبیح خداوند تبارک و تعالی که غفور است و رحیم است، صبور است و نصیر است، رؤوف است و کریم است، قدیر است و قدیم است. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم شبکه قرآن و معارف سیما، به ویژه شما همراهان برنامه هشتگ دین. امروز هم با افتخار در خدمت شما هستیم و مهمان خانه های شما و امیدوارم که برنامه امروز ما هم مورد توجه و رضایت شما از آن قرار بگیره. میدونم خیلی از شماها منتظر نشستید تا پاسخ سوالاتتون رو دریافت کنید، پس با ما همراه باشید. و اما سوالاتی که شما گرامیان برای ما ارسال فرمودید، از سوالات فقهی آغاز میکنیم. به خاطر مشکل مالی، حسابی که یارانه به آن واریز میشد به مدت 5 سال مسدود شده بود. الان که حساب باز شده، آیا آن پول خمس داره یا نه؟ پاسخ این سوال رو با هم ببینیم و بشنویم. یک قانونی ما در بحث خمس داریم و اون اینه که اگر مالی رو ما داشته باشیم، یعنی مالک باشیم، از درآمد بین سالمون هم باشه و پسنداز کنیم یا به کسی بدیم، در هر صورت که قابل وصول نباشه برای ما، مثل این که قرض میدیم به کسی دیگه، دست ما که نیست ولی مال ماست، قرض میدیم. یا فرض بفرمایید که بعضیا در بانک یه حسابی میگذارن به نام حساب مسدودی که بعد از مدتی به اونها وام داده بشه. خب این پول مال ماست ولی فعلا بانک به ما نمیده، میگه باید 1 سال این تو حساب بخوابه. یا مثل همین عزیزی که سوال کردن، به دلیل ناخواسته ای که خودشون نمیخواستن، علی رغم میل خودشون، پول اونها رو به لحاظ اون نزایی که داشتن مسدود کردن. یعنی پول پسنداز شده، خرجم نشده، سالم بر اون گذشته و مصرفش نکردن. بعد از این که از مسدودی خارج میشه به دستشون میرسه، بله همون زمانی که به دستشون میرسه خمسش رو بدن. ارفاق و تخفیفش اینه که سر سال خمسی اینجا خمس نداره، چون در دسترسشون نبوده، قابل وصول نبوده، مسدود بوده. ولی بعد از این که به دستشون میرسه، حالا ممکنه 6 ماه بعد از سر سال خمسی باشه، مثلا 8 ماه بعد از سر سال خمسی باشه، زمانی که این پول به دستشون میرسه و حساب باز میشه، بله همون زمان محاسبه میکنن، خمسش رو میپردازن. بله سپاسگزارم از کارشناس محترم برنامه آقای وحیدپور که پاسخ دادن به سوالات فقهی احکامی که شما عزیزان برای ما ارسال کرده بودید به برنامه هشتگ دین. شما بینندگان عزیز و محترم، هر سوالی مربوط به حوزه دین دارید برای ما ارسال کنید. اون سوال میتونه سوال قرآنی باشه، اعتقادی باشه، تاریخی باشه، احکامی باشه، عقایدی باشه و هر آنچه که فکر میکنید مربوط به حوزه دین هست برای ما ارسال کنید. انشاءالله در اسرع وقت توسط کارشناسان محترم برای پاسخش رو دریافت خواهید کرد. اما یک سوال عقایدی سوال کردن، یمانی کیست؟ پاسخ این سوال رو با هم ببینیم و بشنویم. درباره پرسشی که مطرح شد، یعنی شخصیت یمانی، چند نکته قابل ذکر. اولا اینکه در روایات گفته شده یکی از علائم ظهور همین خروج یمانی است. او رو از نوادگان زید بن علی نام بردن، از نوادگان امام حسین هم در بعضی از روایات ذکر شده. و آنچه که باز در بعضی از روایات ذکر شده، زمان و محل قیام یمانی است. زمان رو در برخی از روایات ماه رجب نقل کردن و مکان رو یمن گفته شده، بیشتر صنعا گفته شده و بعضی از نقاط دیگه‌ای در روایات ذکر شده که به نظر میرسه صنعا بیش از همه در روایات ذکر شده. با توجه به اینکه یکی از علائم ظهور در بسیاری از روایات همین خروج و قیام یمانی است، ما مدعیان زیادی در طول تاریخ برای یمانی بودن داشتیم. حتی از قرن اول هجری،
حتی در زمان امام صادق علیه السلام نقل هست که کسی که طالب حق بود به اصطلاح ادعای یمانی بودن میکنه که امام صادق اون رو رد میکنه. دیگر کسانی که در تاریخ به عنوان یمانی، یعنی همون قرون اول اسلام، خودشون رو مطرح کردن، عبدالرحمن ابن محمد اشعث هست، از نوادگان اشعث. او علیه حجاج قیام کرد ولی نهایتا خود رو یمانی نامید و جنگ های متعددی کرد و اقداماتی داشته که در تاریخ قابل جستجوست. فرد دیگری که باز ادعای یمانی داشته ابن فراس هست که حدوداً ابن خلدون اون رو به قرن ششم اختصاص داده، میگه کسی است که ادعای یمانی داشته. اخیراً هم در منطقه عراق احمد الحسن کسی است که ادعای یمانی داشته. باز تو تاریخ مدعیان یمانی زیاد داریم که همه انحرافی بودن و مشخص شد یک ادعای سراپا دروغ هست. بنابراین آنچه که مسلمه اینه که یمانی در مجموع روایی به عنوان علائم ظهور وجود داره، اما مدعیانی که تاکنون ادعا داشتند اینها غالبا کاذب بودند و اگر کسی بی دلیل چنین ادعایی بکنه باید رد بشه. بله، تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه که پاسخ دادن به سوال اعتقادی که بیننده عزیز و محترم برای ما ارسال کرده بود به برنامه هشتگ تیم. شما بینندگان عزیز فقط از طریق یکی از پیام رسان‌ها زحمت بکشید سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید و انشاءالله پاسخشو دریافت خواهید کرد. بعضی از سوال‌ها جنبه خصوصی داره که به طور خصوصی پاسخشو دریافت خواهید کرد و اون سوالاتی که جنبه عمومی داره دسته‌بندی میشه و از طریق قاب شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم به شما میشه. اما یک سوال تاریخی که شما برای ما ارسال کردید، سوال کردن قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیمانی میان سران قریش شکل گرفت به نام حلف الفضول، لطفاً جزئیات آن را بیان کنید و آیا ایشان جزء آن پیمان بودند یا نه؟ پاسخ این سوال را با هم ببینیم و بشنویم. بله، پیمان حلف الفضول یکی از بهترین پیمان هایی است که چون در دوره جاهلیت منعقد شده لذا شاخص شده، چرا که معمول پیمان ها در دوره جاهلیت پیمان هایی بود که بر اساس منافع مادی و ظاهری قبائل و گروه ها بسته می شد. امروز بخوام مثال بزنم، همین پیمان های متعارف امروز مثل پیمان ناتو و ورشو امثال اینها که به هیچ وجه در اونها مسائل انسانی مطرح نیست، بلکه منافع کشورها صرفا مطرحه. در اون زمان هم پیمانها و احلاف میان قبائل بر اساس همین منافع ظاهری بود، کاری به حق و باطل نداشتن. پیمان حلف الفضول ویژگیش این هست که برای دفاع از مظلوم منعقد شد، برای دفاع از حق منعقد شد. فردی بود غریبه از آل بنی زبید آمد به مکه، معامله کرد با پدر عمرو عاص بن وائل سهمی و متاسفانه این عاص بن وائل که بعداً هم بعد از ظهور اسلام هم از عنودترین دشمنان رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، با وجود اینکه کالا را از اون فرد غریبه گرفت اما برای پرداخت بهای اون کالا امروز و فردا میکرد، در حدی که اون فرد غریبه به نحوی خسته شد از این مسئله و مماطله‌ای که او انجام میداد، رفت بر روی کوه ابو قبیس اشعاری رو بر در ارتباط با مظلومیت خودش سرود و این باعث شد تعدادی از افرادی که به هر حال بر اساس فطرتشون احساس میکردن باید دفاع از این مظلوم بکنن دور هم جمع شدن، از جمله رسول خدا صلی الله علیه و آله که خود اون حضرت میفرمود در عصر جاهلیت در خانه عبدالله ابن جدعان که خانه بود در مکه که محل تجمع بود معمولا، خود اونم او هم گاهی اطعام میکرد مردم رو، در اونجا تجمع کردن چند نفری و پیامبر اکرم هم اونجا بود. حضرت می‌فرمود که در پیمانی شرکت کردم که
در قبال فخر شرکت در این پیمان حاضر نیستم حتی شتران سرخمو بگیرم کنایه از چون شتران سرخمو برها شتران پربهایی بودند. و بعد فرمود ولو دعیت و بهیل عجبتو، اگر مجددن به سمت چنین پیمانی فراخوانده شوم اجابت میکنم. در اونجا تجمع کردن، با هم عهد بستن که تا حق این فرد مظلوم رو نگیرند از پای ننشینند و رفتند و حق او را از آسب نوائل گرفتند و به اون فرد غریبه دادند و بعد از اون هم تصمیم گرفتند که به هیچ فرد غریبه ای و غیر غریبه ای و مظلومی در مکه اجازه ندن که در مورد او ظلم و ستمی انجام بگیره. و جالبه که این پیمان بعد از اسلام هم همچنان مطرح بود، ولذا یه وقتی بین امام حسین سلام الله علیه و حاکم مدینه بر سر زمینی که از حضرت غصب شده بود اختلافی در گرفت، حضرت او رو تهدید کرد که به اون حلف الفضولی که جدم در شرکت کرد من فرا میخوانم و کسانی هم اظهار آمادگی کردن برای دفاع از حضرت و لذا اون حق غصب شده حضرت به اون حضرت بازگردانده شد. بله تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه آقای جباری که پاسخ دادن به سوال تاریخی که بیننده عزیز و محترم برای ما ارسال کرده بود به برنامه. شما عزیزان برای اینکه سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید باید زحمت بکشید. شماره که همکارانم هم در طول برنامه زیر نویس میکنن این شماره رو در تلفن‌های همراهتون ذخیره بفرمایید و سپس از طریق فضای مجازی و از طریق پیام رسان برنامه هشتگ دین سوالتون رو برای ما ارسال کنید. انشالله در اسرع وقت پاسخش رو دریافت خواهید کرد. اما سوال قرآنی که در این برنامه مطرح شده اینه: مراد از نسخ سنت توسط قرآن چیست؟ پاسخ این سوال رو با هم ببینیم و بشنویم. درباره نسخ که جزء مباحث علوم قرآن هست، یعنی علومی که پیرامون قرآنه، نه علومی که از داخل خود قرآن که میشه تفسیر، علوم قرآن. در بحث علوم قرآن یکی از مباحثش بحث نسخه که آیا ما در قرآن ناسخ و منسوخ داریم یا نه. خب در ناسخ یعنی که آیه بیاید نسبت به آیه دیگر نقش ناسخی داشته باشه و حکم اون آیه قبلی رو برداره، مثل آیه نجوا که آیه آمد که اگر خواستید کسی خواست پیامبر رو ملاقات کنه باید صدقه بده، کسی خواست با پیامبر نجوا کنه باید صدقه بده. خب خیلی ها به خاطر اینکه دیگه هزینه داشت خیلی مزاحم پیامبر نمی شدن، لذا دیگه چون باید صدقه می دادن باید یه پولی می دادن به فقیر تا اینکه می تونستن خدمت پیامبر برسن. این آیه دیگه آمد این رو نسخ کرد، یعنی این حکم برداشته شد، یعنی دیگه لازم نبود بعد از اون یک کسی بخواست خدمت پیامبر برسه صدقه بده. یک امتحانی بود که در اون امتحان علی بن ابی طالب علیه السلام قهرمان این امتحان بود که هر وقت اراده میکرد که با حضرت ملاقات داشته باشه صدقه میده. اما خیلی های دیگه که ادعا داشتن که پیامبر رو دوست دارن وقتی که این آیه آمد دیگه حاضر نشدن که از مال بگذرن تا اینکه پیامبر رو زیارت کنن. خب این یکی از آیاتیست که گفتن آیه بعدی آمد این آیه رو نسخ کرد، میشه آیه ناسخ، اون قبلیش میشه آیه منسوخ. خب اینجا بهش میگن نسخ آیه به آیه، یعنی خود قرآن آیاتش نسبت به آیات دیگرش اون رو نسخ کرده. خب اینجا یه بحثی مطرح میشه که فلسفه نسخ چیه، که خب مفصل فقط اشاره میکنم که فلسفهش اینه که فایده اون آیه برای بیان اون حکم موقت بوده، اگرچه ظاهرش ابدی بوده ولی واقعش این بوده که نه این حکمش موقته. وقتی ناسخ میاد معلوم میشه بعد که آیه قبلی حکمش موقت بوده و دائمی نبوده. خب پس اون حکم موقت مصلحت داشته، در همون زمان موقت مصلحت داشته، بعد از اون دیگه مصلحت از اون برداشته میشه. حالا اینجا بحثای مفصلی هست که آیا نسخ خود آیه هم، یعنی خود آیه هم خدای سبحان برمی داره یا فقط
آیه هست حکمش برمی‌داره. اون چی که شیعه معتقد این است که در بحث نسخ در قرآن خود آیه باقی میمونه، فقط حکمش برداشته میشه. هیچ آیه بر پیامبر نازل نشده که آیه ناسخ بیاد پیامبر اون رو از قرآن برداره، خود آیه رو برداره، تلاوتش برداره. نه، خود آیه هست، تلاوتش هست، حکمش رو برمی‌داره. منتها موارد نسخ اینچنینی در قرآن خیلی کمه. این راجع به نسخ قرآن. اما سوال کردن که نسخ قرآن بر سنت، آیا ما داریم که آیه قرآن بیا سنت را نسخ کنه؟ اینجا هم خیلی بس مفصله، فقط اشاره میکنم که گفتن یکی از موارد این برمیگرده به آیه ای که قبله را تغییر داد. اون آیه ای که فرمود فول و چک شطر المسجد الحرام، قبل از اون پیامبر سیرش و سنتش که بر طبق سیره انبیای قبل این بود که به سوی بیت المقدس نماز میخوند. گفتن یکی از مصادیق نسخ آیه مر سنت را این مورد. البته بحثای مفصل اینجا وجود داره، فقط خواستم یک نمونه رو به عنوان طرح بحث عرض کنم. بله، سپاسگزارم از کارشناس محترم برنامه که پاسخ دادن به سوال قرآنی که بیننده عزیز و محترم برای ما ارسال کرده بود. برنامه هشتگ دین رو مشاهده می‌فرمایید، کاری از گروه اطلاع رسانی شبکه قرآن و معارف سیما که همه روز همین حوالی تقدیم نگاه مهربون شما عزیزان میشه. اما دو تا سوال اخلاقی که شما عزیزان برای ما ارسال کردید. سوال کردن حد کمک کردن به دیگران تا کجاست؟ پاسخ این سوال رو با هم ببینیم و بشنویم. کمک کردن و دستگیری از دیگران دو حد براش تعریف میکنن. یکی از جانب خود اون شخص کمک کننده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن این قصه هست و آیاتش هست که نه اینقدر باشه که اصطلاحا دستت به گردنت بسته بشه، دیگه خودت وا بمونی از مسئله، واجبات خودم بمونه یا از جهت مالی دیگه خودم در مضیقه بمونم، نه اینقدر که آدم به قول قدیمی ها آب از دستش نچکه، به درد هیچ کس نخوره، نه یک حد تعادلی داشتن. و این آدم میتونه سوال بکنه از دیگرانی که عاقل میبینیشون، نگاه بکنی ببینی اون حد عقل رو برای شما میگن. یه نسبت دیگه هم داریم که به حد توان خودت، آقا من درآمدم مثلا ماهی اینقدره، من درآمدم 10 برابر اینقدره، خب سطح کمک کردنم فرق میکنه. یه مطلب مهمم که آخر عرض بکنم، کمک کردن به طرف مقابل ببینید چه اثری داره. گاهی یه نفر رو باید دستش رو ول کنی، رها کنی تا بتونه راه رفتن یاد بگیره. تا وقتی دستش رو گرفتی و بلندش میکنی، حرکتش میدی، خیانت داری بهش میکنی، نمیتونه راه بره. حواسمون باشه کمک کردن ما به دیگران اثر منفی رو اونها نذاره. اینها کیاست مواساته، کیاست دستگیری از دیگرانه. دقت بکنید خروجی کمکتون برای دیگری چیست، برای خودتون چیه. ممنونم از کارشناس محترم برنامه که پاسخ دادن به سوال اخلاقی که بیننده عزیز و محترم برای ما ارسال کرد. اما یک سوال دیگر نوشتن که پدر همسرم 2 ماه است که از دنیا رفته، ولی دائما او رو در خواب می‌بینند. آیا نشانه ای است که متوفا خواسته ای از ما دارد؟ پاسخ این سوال رو با هم ببینیم و بشنویم. در روایات ما آمده که تمام کسانی که از دنیا میرند، بله، خواسته دارند که برای ما استغفار کنین. هم حتی چشمشون به اون خیراتی است که ما براشون میفرستیم. زمانهای مشخصی هم در روایات ما ذکر شده که این التماس دعا رو واقعا دارن. اما اینکه حالا این خواب نشانه اون باشه، به این معنا این نیاز به معبر داره. اما اینکه عمل کرده من چگونه باشه، اینو مطمئنیم که اگر من این کار رو انجام بدم، کار درستیه، خیرات بدم کار درستیه و بهش میرسه، پیش خدا محو
نمیشه خیرات برای کسی که از دنیا رفته. همینی که یادش در ذهن شما زنده میشه به واسطه این خواب دیدن، عمل کردتون چی باشه؟ حتی اگر خواب ندیدید، عزیزانی که میشنوید صدای ما رو و میبینید تصویر ما رو، اصلا من 10 سال خانوادم رو خواب ندیدم، پدرم رو خواب ندیدم، مادرم رو خواب ندیدم، خب حالا از این به بعد الان که به یادش افتادی یه خیرات براش بده. لزوماً خواب دیدن و دلیل بر این کار قرار ندید، عمل کرده درست رو داشته باشید، خیراتتون رو اتفاقاً برای اونایی که از دنیا رفتن زیاد کنید. با مردم همون جوری باشیم که دوست داریم با ما باشن، و این موقعی که دوست دارید اگر انشاءالله بعد از عمر با عزت از دنیا رفتید، همونطور که دوست دارید دیگران برای شما خیرات بدن، امروز شما برای دیگران خیرات بدید. بله، سپاسگزارم از حاج آقای سعیدی و البته از جمیع کارشناسان محترم برنامه هشتگ دین که پاسخ دادن به سوالاتی که شما عزیزان برای ما ارسال کرده بودید به برنامه خودتون. از خالق هستی بهترین ها رو برای شما آرزومندم و تا دیداری دوباره دست سر نگهدارتون باشه. یا علی، التماس دعا.